سلام، به خبر 6 خوش آمدید. امروز پنجشنبه 9 ماه هوت سال 1397 هجری خورشیدی است. در آغاز سرخط چند خبر. تجلیل از روز ملی حمایت از نیروهای امنیتی در سراسر کشور. دستاوردهای دو دهه اخیر و قربانیان قوای مسلحتان، همه چیز در نظر گرفته شده باشه، ما از او صلح و از او ابتکار حمایت می‌کنیم. خوشنودی امریکا و طالبان از برایند گفتگوهای سه روزه میان دو طرف در دوحه. شیوه خبری شیوه نو ده خو خبری بیر خو ملری دا لری دغه تقریبا بیانونه پکې وسو خو د شرط طرف ته وسو دی روان دي شیوه. خواست زنان برای قربانی نشدن دستاوردهای آنان در گفتگوهای صلح با طالبان. با ما یک تشویش خلق شد که خوصاییس اونا میشینن ولی کی به نام خانوما گپ بزنن. تجلیل از پایان دوره آموزش های زمستانی انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان با برگزاری کنسرت در کابل. و تلاش های رئیس جمهور امریکا برای متوقف ساختن درگیری ها میان هند و پاکستان. مشروع خبرها. رهبران حکومت وحدت ملی اطمینان می‌دهند که از تمامی امکانات و توانایی‌های دست داشته برای حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور کار خواهند گرفت. رئیس جمهور در مراسم که از بهر تجلیل از روز ملی حمایت از نیروهای امنیتی برگزار شده بود، می‌گوید که آینده نیروها به هیچ روی معامله پذیر نیست. در همین حال رئیس اجرایی کشور هشدار می‌دهد که اگر طالبان از فرصت کنونی برای صلح بهره‌گیری نکنند، مسئولیت ادامه جنگ و خونریزی‌ها به دوش همین گروه خواهد بود. حسیبه اتکپال گزارش می‌دهد. نهم هوت روز ملی پشتیبانی از نیروهای امنیتی و دفاعی با حضور رهبران حکومت وحدت ملی و نیز مسئولان امنیتی در وزارت دفاع ملی تجلیل شد. سرپرست وزارت دفاع ملی با ستایش از فداکاری‌های نیروهای دفاعی و امنیتی کشور از آنان می‌خواهد تا به دور از سیاست و وظیفه‌هایشان ادامه دهند. دستاوردهای دو دهه اخیر و قربانیان قوای مسلحتان، همه چیز در نظر گرفته شده باشه، ما از او صلح و از او ابتکار حمایت میکنیم. رئیس اجراییه نیز در این مراسم میگوید که طالبان نباید گفتگوهای صلح را به معنای ایجاد یک فرصت برای پیشبرد تبلیغاتشان بدانند. طالبان تو فکر نکنند که یک فرصت برای تبلیغاتشان، یک فرصت برای که نشان بدن که آل طرف قضیه اوناستن، یک فرصت برای که باز دوباره باز آمادگی نظامی بگیرن، به یک بهانه او بیان باز جنگ تشدید کنن، اینطور نبینن بگی. رئیس جمهور غنی نیز میگوید آینده نیروهای امنیتی کشور معامله پذیر نیست. مکسر او گدید اربند مک علمای کرام را نارن او گرد یو وار چه اربند شرعی او پس لغن غیر شرعی کی کوم مذهبی علمای کرام نه مننه کوم ټول د خلکو د افغانستان نه وغواړئ چې خبره په څه کې ده. که دفتر غواړئ خو دفتر درکړو، که په بندیانو باندې غږېږي بندیانو باندې غږېږو، تور لست نه بلې موږ له امضا نه تور لست نه وتی نسی. آقای غنی می افزاید که جنگ طالبان با حکومت مشروعیت ندارد. او په مذاکراتو کې تنها خبره دان نه ده چه امریکی سر مذاکراتو که یاده او که اتاس علی که پاکستان سرد چه دی؟ چه وقت با پده علی که بانده غگیگو او پا کم بین مللی قانون، پا کم اصول، پا کم اخلاقی دریز بانده تاس گاوندی پردی ممالکو سر علاقه لره؟ رئیس جمهور همچنان میگوید که امنیت جهان با قربانی نیروهای امنیتی افغانستان تأمین می شود.
در همین حال یک افسر نیروهای ویژه ارتش میگوید که هیچ چیز برایش مهمتر از دفاع از کشور نیست و ارزش های این کشور را با قیمت جانش نگه خواهد داشت. سرباز دیگر از این نیروها میگوید که بزرگترین رویایش آمدن آرامش در افغانستان است و پلنگی پوشان ارتش برای تحقق این رویا خواهند رسمید. گلاب‌الدین غبار گزارش می‌دهد. نیروهای نوپا و اما پختکار، سپاهیانی که برای نفرت از جنگ می جنگند. روز ملی حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی است و هر کدام با خاطره های تلخ و شیرینی در این روز خوشحال است. عبدالقادر از نیروهای ویژه ارتش است و می گوید که 11 سال می شود جنگ افزار به دست گرفته است. روز سرباز برایش همچون عید خوشایند است. سو یو وخت را وینم زمونږ په بدن کې او ژوندۍ او پردی وطن د خپل وطن او د خلکو نه دفاع کوو په پوره وایر سره. زبی و شیرین آقا دو نیروی کارکشته از دو تبار و دو زبان هستند و اما یک هدف را دنبال می کنند. دفاع از کشور. یکی تازه از خواجه سبزپوش فاریاب برگشته است و دیگری از نبردهای غزنی. که چرته دوی د افغانستان به هر سرحد کې اوسیږي او ځالې ولري منګه به ان شاء الله رحمان سی غور تنه بودو. زبی سعیدی پیام تبریکی این روز را از همسر و فرزندانش دریافته است. او مرد است که زندگیش را در ارتش پر از خاطره ها میگوید. رفتیم پیش عبدالله جان یک فاتحه کردیم، پرسان کردیم، گفتم دو سه روز شده. تو مو جوان چرا میگفتیم موتور روان میکردیم؟ گفت عمر صاحب ما کو میرفتم سلای ما را در اینجا که میگرفت، خالیگاه ما را که اینجا پر میکرد. نیروهای ویژه ارتش بیشترین مأموریت های جنگی را داشتند، چنان که عملیات های این نیروها در زمستان بیشتر از هر زمان دیگری افزایش مییابند. نیروهای دولتی افغانستان در حال حاضر سنگین ترین بار پیچیده ترین جنگ را در افغانستان به دوش می کشند و برای تامین امنیت سینه سپر می کنند. از دل شهرها تا نوارهای مرزی کشور. گلاب‌الدین غبار، طلوع نیوز. رئیس جمهور غنی تاکید می‌ورزد که در لوی جرگه مشورتی صلح افغانستان نمایندگان از همه بخش‌های کشور حضور خواهند داشت و درباره خواست‌های زنان در این لوی جرگه نیز بحث خواهد شد. آقای غنی که در نخستین اجماع ملی زنان سخن می‌زد، انتخابات را خواستگاه مشروعیت و یک اصل اساسی برای ادامه نظام جمهوری می‌داند و می‌گوید کسانی که در جنگ دخیل هستند باید خواست‌های زنان را بشنوند. انیسا شهید گزارش می‌دهد. در حدود 700 زن از سراسر کشور اینجا در خیمه لوی جرگه گرد آمدند و نگرانی‌هایشان را از روند گفتگوهای صلح و نیز خواست‌هایشان را از این روند مطرح می‌سازند. این زنان از حکومت و طالبان می‌خواهند که به جنگ پایان دهند، زورمندان خل سلاح شوند، حقوق زنان در گفتگوهای صلح نادیده گرفته نشود و گفتگوها با طالبان باید از نشانی حکومت ادامه یابند. از وقتی که از حکومت یک طرح شد که بیاین بشینین مذاکرات کنین به شرط، با ما یک تشویش خلق شد که خوصاییس اونا میشینن ولی کی به نام خانوما گپ بزنن. شماری از خانواده های قربانیان جنگ با گفتگوهای صلح چندان خوشبین نیستند. ما به عنوان قربانی نه نمایندگی از قربانیان افغانستان میکنم، نه آرزوی صلح معامله شده میخوایم. شاید بگوین اینجا حرف سیاسی میشه، ولی به عنوان یک قربانی آیا عدالت در مورد من رعایت شده؟ در همین حال رئیس جمهور برگزاری این نشست زنان را در پایتخت می ستاید و تاکید می ورزد که زنان در لوی جرگه مشورتی صلح سهم گسترده ای خواهند داشت. ما برتان تعهد میکنم که حضور فعال و همه جانبه در لوی جرگه مشورتی خود داشتیم. در این نشست زنان که برای نخستین بار در پایتخت برگزار شده است، نمایندگان زنان ولایت ها با شعارهای صلح خواهانه و تامین حقوق شهروندی آمدند.
با این همه گفتگوها میان نمایندگان طالبان و امریکایان در دوحه از بهره مشوره ها برای دو روز متوقف شدند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان میگوید که گفتگوهای سه روزه آنان سازنده بودند و قرار است که نمایندگان آمریکا و طالبان در جریان دو روز بحث های داخلی داشته باشند تا روز شنبه بار دیگر با برنامه ها با هم گفتگو نمایند. در همین حال برخی از منابع نزدیک به طالبان میگویند که درباره چگونگی بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان توافق‌های نخستین به دست آمدند، اما طالبان و آمریکا در این باره تا کنون چیز نگفتند. شریف امیری گزارش می‌دهد. پس از 3 روز گفتگوها میان نمایندگان آمریکاییان و طالبان درباره چگونگی بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان و اینکه افغانستان پس از یک توافق صلح به هیچ کشور تهدید نباشد، هر دو طرف از بهر مشوره‌های بیشتر در این باره برای 2 روز گفتگوهایشان را متوقف ساختند. تجمیه ورزید بیا د زفر تقریبا مخفره علی مابین که خپل مابین که هر تیم په خپل مابین که مشوري وکي او دغه سو خبرو خلاصه را جمع کی کپاغه ده کوم مشوره ده چا سره پاتې یا د خپل مشرانو سره هغه به د دې مشورې اخلي بیا به دوی ورځې بعد به سره ګرځوم. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان هم در صفحه تویترش این گفتگوها را سازنده می گوید و تاکید می ورزد که تمامی هر چهار مسئله کلیدی روی میز هستند و همزمان با ادامه گفتگوها در دوحه درباره ایجاد یک هیئت گفتگو کننده در کابل نیز پیشرفت شده است تا این هیئت با طالبان وارد گفتگوها شود. معلوماتی که ما داریم است که حکومت هم با جناب کرزی صاحب به تفاهم رسیدند که هیئت خودشان را همراه تیمی کرزی صاحب که میرن یک جا کنند. خبرنگارانی که در قطر هستند میگویند که روزانه گفتگوهای دو طرف حتی تا 14 ساعت ادامه می‌یابند. امریکایان زبا بخیال طالبان تدا وندیس کوي چې کله 50% انخلاف مکمل شي یوه وروسته باید لازمندی وشي، خو طالبان اوس هم په دې تاکید کوي چې مکمل انخلاف وروسته بیا امریکایانو سره او افغان حکومت سره لازمندی کیږي. این مقام پیشین طالبان میگوید که درباره بیرون شدن نیروهای خارجی توافقهای به دست آمده است. اوس مگه خوشبینی چه دغه مذاکرات به صلح ته مگه ډیر ورنږدې، بیخی به ورنږدې او بیا به د صلح په میکانیزم باندې خبرې کیږي انشاءالله. در مورد خروج مشکل باقی نمانده، در مورد تضمینی که باید طالبا بتن در این مورد هم همه چیز به خوبی پیش رفته. تنها به نظر میرسه که تفاوت دیدگاه ها اندکی در مورد مسائل تکنیکی است، در مورد جدول زمانی و همچنان انتقال بعضی از وسایل و تجهیزات است که از افغانستان باید خارج شود و این نیاز به زمان دارد. قرار است که به روز شنبه یک بار دیگر هر دو طرف گفتگوهایشان را از سر بگیرند. انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان پایان دوره آموزش های زمستانی نهاد را با برگزاری کنسرت در کابل جشن گرفت. در این کنسرت نوازندگان انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان و نیز نوازندگان محلی از بخش های گوناگون کشور آهنگ های گوناگون را نواختند. رئیس انستیتیوت ملی موسیقی کشور هدف از برگزاری این کنسرت تا به نمایش گذاشتن تفاوت ها و زیبایی های فرهنگی کشور گفته. میر آقا پوپل گزارش می‌دهد. 50 تن از دانش آموزان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان و نوازندگان محلی از هرات، بدخشان، بلخ و بامیان کنسرت را برای تجلیل از پایان اکادمی زمستانی انستیتوت ملی موسیقی در کابل برگزار کردند. ما خواستیم با تنظیم همین موسیقی و با تنظیم همین موسیقی که از ولایات مختلف تشکیل شده تفاوت‌ها، رنگ‌ها، زیبایی‌های مختلف افغانستان نشان بدیم، زیبایی‌های ما و به طرف ملت شدن حرکت کنیم. از میان این 50 نوازنده 25 تن دختران هستند. ارکستر زهره که نخستین ارکستر بانوان کشور یاد می شود و دانش آموزان انستیتوت ملی موسیقی کشور نوازندگان آن هستند، چندین آهنگ اجرا کردند. امروز
ما خود ما گروپ زهره که رهبر اولین ارکستر بانوان است و همچنان ارکستر سمفونی که ارکستر ملی میشه که ما دخترها و بچه ها در او یک جا می نوازن. با وجود که مشکلات امنیتی و مردم که با یعنی موسیقی را قبول ندارن زیاد هستن، اما این یک تجربه و یک چیز مختلف در افغانستان که میتونه هم ذهن مردم را باز کنه. شمار از مهمانان خارجی که در این کنسرت شرکت کردند، اجرای کنسرت ها را از سوی ارکستر زهره، نمایندگر پیشرفت دختران در 17 سال گذشته میگویند. افغانستان در 17 سال گذشته تغییر کرده است. مردم و موسیقی این کشور نیز تغییر کردند. اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان در سال 2010 بنیاد گذاشته شد و همکنون 300 دانش آموز دختر و پسر در آن سرگرم فراگیری موسیقی هستند. خبرهای جهان تا چند لحظه دیگر. ادامه خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که میکوشد تا درگیری را میان هند و پاکستان متوقف سازد. از سوی هم سازمان ملل متحد و برخی از کشورهای جهان از دهلی نو و اسلام آباد میخواهند که اختلافهایشان را از راه گفتگو حل بسازند. همزمان با این وزارت خارجه پاکستان گفته خلبان را که از سوی نظامیان پاکستانی اسیر گرفته شده به هند میسپارد. در ادامه تنش‌ها میان دهلی نو و اسلام آباد، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که برای پایان به تنش‌ها میان هند و پاکستان تلاش می‌کند و انتظار دارد که نظم و صلح را میان دو کشور به میان آورد. ما در تلاش‌ها برای متوقف ساختن آنان دخیل بوده‌ایم و فکر می‌کنم که خبرهای منطقی و خوبی هم داریم. امیدواریم که این کشمکش‌ها به پایان برسد. این کشمکش‌ها برای مدت درازی ادامه داشتند، برای دهه‌ها. از سوی دیگر سازمان ملل متحد و برخی از کشورهای جهان از دهلی نو و اسلام آباد می‌خواهند که اختلاف‌هایشان را از راه گفتگو حل بسازند. ما از تنش‌ها میان این دو کشور نگران هستیم و از آنها می‌خواهیم که تنش‌هایشان را با منطق و استدلال حل بسازند و از اقدام‌های تنش‌زا و خشونت‌بار جلوگیری کنند. ما امیدوار هستیم که دو طرف بتوانند صلح منطقه‌ای را حفظ کنند. ما امید داریم که این دو کشور بتوانند گفتگوهایشان را بیشتر سازند و منافع اساسی صلح و ثبات منطقه‌ای را حفظ کنند. از سوی هم وزیر خارجه پاکستان میگوید که این کشور آماده است تا خلبان هندی را که از سوی نظامیان این کشور اسیر گرفته شده است فردا به هند بسپارد. پیش از این هند از پاکستان خواسته بود که این خلبان را بیدرنگ رها کند. چند گزارش کوتاه دیگر از جهان. دومین دیدار میان رهبران ایالات متحده آمریکا و کره شمالی در شهر هانوی پایتخت ویتنام به هیچ نتیجه پایان یافت. هرچند انتظار می رفت که دو کشور درباره برنامه هسته‌ای پیونگیانگ به توافق دست یابند، اما این دیدار زودتر از آنچه که پیش بینی شده بود پایان یافت. کمیسیون کودکان در بریتانیا می گوید که 27,000 کودک نوجوان این کشور که از 10 تا 17 سال سن دارند خودشان را عضو یک گروه می دانند. این نهاد می گوید که از این میان 313,000 کودک یک عضو گروه تبهکار را می شناسند و 34,000 تنشان جرمهای خشونتبار را تجربه کردند. ایالات متحده، فرانسه و بریتانیا از سازمان ملل متحد می خواهند که نام مسعود اظهر رهبر گروه جیش محمد را در فهرست گروه های هراس افغان جا بدهد. اکنون این گروه در پاکستان فعالیت دارد و مسئولیت حمله انتحاری اخیر را در کشمیر زیر اداره هند پذیرفته است. خبرهای اقتصادی لحظات بعد. و چند خبر اقتصادی.
سرانجام با گذشت بیش از 3 سال و 5 ماه از راه اندازی روند گردآوری 10% محصول استفاده از خدمات مخابراتی، پیمان ایجاد یک سامانه برقی برای نظارت از این روند امضا شد. وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگوید که تا 4 ماه دیگر شیوه مدیریت اطلاعات واقعی یا Real Time Data Management System ایجاد خواهد شد. پیمان این پروژه با ارزش 11.1 میلیون دلار به یک شرکت آمریکایی امضا شده. حیدر شاه امید گزارش می دهد. پیمان ایجاد شیوه مدیریت اطلاعات واقعی صبح روز چهارشنبه در ارگ ریاست جمهوری میان وزارت مخابرات و شرکت بستاس گروپ امضا شد. وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگوید که این پیمان برای 15 ماه است و در 4 ماه نخست آن زمینه‌ها برای مدیریت و نظارت روند گردآوری 10% محصول استفاده از خدمات مخابراتی فراهم می‌شود و پس از آن بخش‌های دیگر این سامانه برقی همچون بخش نظارت از کیفیت خدمات مخابراتی و بخش نظارت از درآمدهای شرکت‌های مخابراتی نیز ایجاد خواهند شد. دولت پختنه چوا غختنه چوا چیز مونږه د لسب صدا مالیات چور کو د چیرزی ان شاء الله چې دغه سیستم جوړ او فعال شي د دې به جواب دی شي د هر یو مالیات او د هر یو روپې چې دوی څخه کټ کیږي د دې سیستم به معلوموي او د دې پیسې به ټوله د دولت خزانه ته ځي. این شرکت امریکایی میگوید که در ایجاد چنین سامانه های برقی تجربه کافی دارد. ما پیش از این با بخش مخابرات 6 کشور دیگر نیز کار کرده ایم و چنین امکانات را فراهم ساخته ایم و اکنون برای فعالسازی این فناوری برای دولت افغانستان انتخاب شده ایم. وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی میگوید که تاکنون 14 میلیارد و 590 میلیون افغانی از رهگذر 10% محصول استفاده از خدمات مخابراتی گردآوری شده است. با این هم نرخ شماره از ارزها در برابر افغانی در بازار امروز کابل. $1 امریکایی 74 افغانی و 55 پول، 1 یورو 84 افغانی و 60 پول. $1 امارات 20 افغانی و 30 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی، 1000 تومان ایرانی 5 افغانی و 70 پول و 1000 روپیه پاکستانی 534 افغانی. رویدادهای ورزشی بعد از تمرین خواهد شد. و در بخش ورزش گزارش از پایان رقابت‌های اسکی بانوان در بامیان. پنجمین دور رقابت‌های اسکی در بخش بانوان در بامیان برگزار شد. در این رقابت‌ها 12 ورزشکار بانو به شمول 1 ورزشکار شهر کابل برای 1 روز با هم در دامنه تپه‌های گنبتک با هم رقابت کردند. افغانستان یک کشور نسبتاً نوپا در این راستا هست، هر سال تجربه بهتر کسب میکنند هم ورزشکارای ما و هم خود دستندرکارا. ما امیدوار هستم که از طریق مهمیت توریسم برای سال آینده برای 10th دور مسابقات اسکی در ولایت بامیان ما برنامه‌ریزی‌های بهتر داشته باشیم. در پایان این پیکارها فاطمه نظری بر سکوی قهرمانی ایستاد، فریبا احمدی دوم شد و نظیره هم به مقام سوم دست یافت. بسیار احساس خوشحالی میکنم که در افغانستان ما میتونیم همچین جایگاهی داریم که ما همچین مقامایی را بگیریم، همچین بتونیم در جامعه بازی بکنیم، همچین بتونیم یک جای خود برسانیم. از سوی هم رقابت‌های اسکی سنتی یا چوبی با حضور 55 ورزشکار در بخش پسران برگزار شد که در پایان این پیکارها یاسین، محمد علی و رضا به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را به دست آوردند. ما 21 نفر از کشورهای مختلف داریم، از افغانستان هست، از کانادا هست، از حتی از استرالیا و از آمریکا و از سویدن هم در این مسابقات اشتراک می‌کنند و همچنین از آلمان. گفتنی است که فردا 9th دور رقابت‌های بین المللی اسکی با حضور دست کم 80 ورزشکار داخلی و خارجی در ولایت بامیان برگزار خواهد شد.
برای آگاه شدن از تازه‌ترین رویدادهای افغانستان و دیگر کشورهای جهان با 456 به تماس شوید و سپس کلید 1 را 3 بار فشار دهید. وقت بخیر.